مقام معظم رهبری فرمودند که ما مایل نیستیم در امور داخلی مصر دخالت بکنیم، اما نمیتونیم چشممون رو هم بگذاریم به این کشتار مردم مصر را بی توجهی بکنیم. کشتار مردمی که اسلحه در دست ندارند از جانب هر گروهی باشد محکوم است، با هیچ قانونی، با هیچ اخلاقی، با هیچ سیاستی سازگاری ندارد. و ما از کشور مصری که در اون کشور سوابق درخشان مدنیت دانشگاه هست، در اون کشور علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت موج میزند، در اون کشور مسجد رسول حسین است، در اون کشور زینبیه است و پیوند دلهای مردم با قرآن و عترت پیغمبر امری تاریخی و ریشه دار است، توقع ما این است که دلسوزان کشور به پا خیزند، تدبیری بیاندیشند و از جنگ داخلی جلوگیری کنند. جنگ داخلی برای مصر تنها فاجعه برای کشور مصر نیست، فاجعه برای امت اسلامی است و کور کردن خط بیداری و خط انقلاب کشورهای دیگری است که امروز اگر میبینید کشورهای مرتجعی حمایت میکنن از این خونریزی و کشتار و مانع نیست، مانع آن میشوند که آراء مردم مسلمان، مردم سالاری دینی تحقق پیدا بکند، وحشت از بیداری است. ولی مردم مصر بیدار شدند، با این خونریزی ها این بیداری از بین نخواهد رفت، اما توقع جدی از همه دلسوزان در کشور مصر این است که هرچه زودتر با این جنگ داخلی مقابله کنند، دفع کنند و مسیر را آماده کنند برای حضور همه اقشار مردم در صحنه و با انتخابات آزاد مسیر رو طی کنند. و از اینکه حسنی مبارک آزاد شد اما منتخب مردم که با آراء مردم به ریاست جمهوری رسیده بود در بند است و هیچ نشانه ای از آزادیش نیست، این واقعا تعجب برانگیز است. و اما مسئله عراق که باز جزء اموری است که باید گفت جزء مصیبت هایی است که بر جهان اسلام تحمیل می شود. یک دولت قانونی با آراء قاطبه مردم روی کار است، اما این کشتارها در سطح وسیع، انفجارها، بمبگذاریها و ترورهایی که در عراق استمرار پیدا کرده نشانه یک طراحی از کسانی که امکاناتی دارند، که بعضی از کشورهای منطقه با امکانات مالی و تسلیحاتی تروریست ها رو اینا آماده می کنن و سر آن دارن که جنگ فرقه‌ای در عراق راه بیندازن. اما سفارش های مرجعیت عراق و رهنمودهای حضرت آقا و هوشیاری دولت، برخورد درست علمای اهل سنت در عراق تا کنون جلوی جنگ فتنه ای رو، جنگ فرقه‌ای رو که فتنه بزرگ عالم اسلام و بزرگترین حربه دشمنان اسلام است، به حمدالله خونسا کرده. بعضی ها و برخی از تکفیری ها با اتکای به عوامل خارجی دارن این کارها رو میکنن. امید آن داریم که دولت عراق با همدلی با همه فرقه ها و گروه های اسلامی بر این مشکلات بتونن فائق بیان. و اما مسئله سوریه و ما ادراک ما مسئله سوریه، این امریکایی که به بهانه وجود هسته، وجود سلاح‌های شیمیایی به عراق حمله کرد و با بهانه‌ای که اصلش مبهم موند که در عراق اون، در امریکا اون اتفاق افتاد، اون رو بهانه قرار دادن و افغانستان لشکرکشی کردن و در هر دو ضرر کردن، اینها از حضور یک ملت زنده و یک دولتی که همراه ملت در برابر اسرائیل مقاومت میکند، این امریکا اینقدر ذلیل شده، اینقدر رتبش پایین اومده
که با ریسمان پوسیده اسرائیل در یک باطلاقی داره خودش رو گرفتار میکنه که رفتن در اون باطلاق با اراده و اختیار خودشون هست، ولی بیرون آمدن از این باطلاق به هیچ وجه دیگه در حیطه اختیار اونها نخواهد بود. و همون گونه که در حمله به عراق اون همه هزینه های سرسام‌آور رو به ملت های خودشون تحمیل کردند و اون همه فرزندان مردم بیچاره امریکا رو به کشتن دادند و نهایتا هم با ذلت اون کشور رو ترک گفتند، در باطلاق افغانستان گرفتارند و واقعا بیچاره و درماندند، طرفی نبستند، اون دو معما را حل نکرده، از اون دو باطلاق بیرون نیامده، خودشون را آماده حمله به سوریه میکنند که این یک فاجعه است، این یک جرقه است، به یک انبار باروت میزنند و منطقه رو با آتش مواجه میکنند، اسرائیل رو یقینا در معرض خطر قرار میدن و خودشون در این حمله پیروزی که به دست نخواهند آمد، بلکه نفرت عمومی جهان اسلام، بلکه جهان بشریت را همراه خواهند داشت. و امید آن داریم که خدای متعال این توفیق رو به اینا نده، اینا در این شرارتشون موفق نشن و اگر چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن، قطعا بدانید که در این اشتباه اینها پیروزی ندارند، پیروزی از آن مقاومت و ملت سرفراز سوریه است که این همه ترورها و فشارها را تا کنون تحمل کرده، این حمله را هم تحمل خواهد کرد و انشاءالله دماغ امریکا را به خاک خواهد مالید. دنیای اسلام گرفتار است، آتشی ملت مصر را می سوزاند، ملت عراق در رنجند، ملت سوریه نگرانند، دنیای بشریت در چنگال مشتی غارتگر و زورگو گرفتارند. دعای شما در این فرصت برای همه وسیله نجات است.